سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی پیک شادی. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و امیدوارم این هفته هم فرصت همراهی ما رو در این برنامه کامنت داشته باشید. بابک، این برنامه کامنت چه بخوایم چه نخوایم یه جوری ربط داره به این نمایش مفتزه انتخابات خامنه‌ای که روز به روزم مضحک‌تر میشه و هر جا شو نگاه میکنی خودش پر از کامنته. بله، منم اتفاقا رفتم دنبال مثلا یه سوژه پیدا کنیم یه کمی از این انتخابات بیان بیرون ببینیم همه سوژه ها ربط داره به انتخابات یه جوری به این داستان. اساس کار رژیمم هم شده همین سیرک. آره دیگه، شب و روز خامنه‌ای. شب و روز خامنه‌ای همینه. حالا پیشنهاد میکنم قبل از همه از کاندیدای نور چشمی خامنه‌ای یعنی آخوند رئیسی شروع کنیم که الان ریاست جمهوری و نمیدونم البته بزرگترین چالش خامنه‌ای آره وعده یه میلیون مسکن و اینا رو بیخیال شده، الان رفته چسبیده به نمایش انتخابات خبرگان. همینطور که ملاحظه میکنید رئیسی در برنامه تلویزیونی انتخاباتی خود اگر مردم خراسان جنوبی به من رأی دهند در کنار مسئولان استان برای شهرها و روستاها برای رفع مشکلات تلاش میکنم. اگه رأی بدن ها، اگه رأی ندن تلاش نمی کنن. ببین، حالا فهمیدی چرا تو این 3 سال رئیسی هیچ غلطی نکرده؟ نگه داشته بود که 3 سال بعد بشه کاندیدای خبرگان تو خراسان جنوبی، اونجا بره وعده هاش رو تازه شروع کنه کار کردن. یارو بی سواد جانور یه طوری صحبت میکنه انگار رهبر حزب اپوزیسیونه، قدرت دستش نیست، تازه میخواد بره قدرت بگیره. بابا تو 3 سال رئیس جمهور بودی، رئیس جمهور مثلا بودی کل کشور، بعد رفته هنوزم که هستی، هنوزم هستی، رفته قول میده اگه خبرگان بشه مسئله روستاهای خراسان، نه همه خراسان، تازه اونم خراسان جنوبی رو حل میکنه. سوال همین، اصلا این میخواد بره تو مجلس خبرگان. مجلس خبرگان چه ربطی داره به روستا و شهر خراسان؟ اینجاش ربط داره، اینجاشو بی ربط نکفت. ببین مجلس خبرگان کارش چیه؟ تعیین رهبر، که البته اینا غلط میکنن رهبر تعیین کنه، رهبر که تعیین شده است، جانشینش هم خودش معرفی میکنه، خودش هم میگه کیا بیان که رأی بدن کی رهبر بشه، یکی هم نظارت بر رهبر، که اینا غلط میکنن که نظارت کنن بر رهبر. چه کاری برای اینا میمونه؟ همین دریوری حرفای مفت و وعدوهایی دیگه. پس این کار درستی کرده. پس از این بابت آخه بعد حالا موضوع دیگه اینه که این تنها کاندیدای خراسان جنوبی بود، چرا گفته بیاد رأی بدید؟ رأی میخواد چیکار؟ این که تن رقیبی نداره که. اطلاعاتت میاد قدیمی ها، یه اگه رقیب براش آوردن چه رقیبی، رقیبی تراشیدن که اصلا یه رقیب میگی 100 تا رقیب ازش. آها اینه الان رقیبه. آره، یه جمله تاریخی هم گفته تنها رقیب، اصلا اسمش هم از تنها رقیب رئیسی، برای پرشور شدن انتخابات آمدم نه رأی گرفتن. عجب. ببین خامنه‌ای رفته برای اینکه این فضاحت بی‌رقیبی رئیسی را حل کنه یه ماموتی رو از یه غاری برداشتن آوردن و توضیح ندادن که انتخابات چیه. این آمده اصلا برای رأی گرفتن نیومده، میگه من برای رأی گرفتن نیومده، مثل این میمونه کشتیگیر بره وسط دوشک قبل از اینکه سوت بزنن ضرب فنی بشه که من اومدم بگم من اومدم ضرب فنی بشم. باور کن مهران، اگر رئیسی رو خامنه‌ای از صندوق بی‌رقیب در می آورد فضاحتش کمتر بود تا چنین رقیبی براش بتراشه. بابک من میگم این تکلیف این رئیسی که روشنه، یعنی اصلا تو این 6 کلاسه دروغگو و اصلا اهل این صحبت ها نیست. بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم 4 تا از این کاندیدای متخصص اینا چیزی برای گفتن دارن، یه بررسی کارشناسانه تری بکنیم. من این بررسی رو کردم، این دوره انتخابات مجلس تو دلت بخواد کاندید متخصص داره، به قول غربی ها همه تکنوکرات هن. اولیش با هم نگاه کنیم ببینیم بله چی ببینیم. گفته اگر ما بتونیم زهکشی عراضی رو بیاریم و یا تولید برق فیبر نوری بیاریم در این بیابان بزنیم، برق تولید میشه، هم به کشور همسایه میفروشیم. چی گفت؟ تولید برق فیبر نوری چجوریه؟ یک ذره احساسات رو کنترل کن الان میکنم. ببین شنیدی میگن طرف از آب کره میگیره، مصداقش همین یارو وحشی از فیبر نوری میخواد برق بگیره. بل. حالا داستان چی بوده؟ این داشته میرفته بالای سن صحبت کنه، بعد این بغل دستش گفته اونجا میری بگو مشکل برق رو حل میکنم، مشکل فیبر نوری رو هم حل میکنم. این اومد اونجا یادش رفته چی بگه، اینا رو سره هم کرده تو یه جمله که شده تولید برق فیبر نوری. دقیقاً گفته که یه جمله بسازم اینو، این شده. ولی خب به نظر من خیلی کار بزرگیه. خیلی جمله اگه بشه دریا دوغه دیگه.
میگم این که خامنه ای میگه کاندید اصلح، اینا منظورش همیناست دیگه. بله بله دقیقاً. ببین این کاندیداها واقعا مظلومن، یکیشون هستی اصلا زار میزنه از ظلمی که بهش شده. با هم نگاه کنیم، فقط احساسات نگات به گریه نیفتی از ظلمی که به این شده. من بنده فقیری هستم، من بنده مظلومی هستم در بارگاه خدا، به من ظلم شده. کسی که بهش ظلم شده دین بهش اجازه میده صداش رو بلند کنه. آره دیگه، حقوق 200 میلیونی و بعد سهم آجیل و سهم جشن و سهم عزا و خیلی تازه با این وضعیت، خیلی ظلمه. تازه با این وضعیت شبا میره اسنپ کار میکنه. آره میگه وضعیت چیه؟ خب شب هم شب و روز ندارن اصلا. تازه یکی دیگه هست از این کاندیداها، آدم واقعا احساس خجالت میکنه از کلمه کاندیداهای مظلوم. میگم احساسی که خجالت میکنه از کلمه کاندیدا به اینا میگه. مثلا کاندیداها که برای اینکه بهش ظلم نشه رفته به فرماندار قزوین نوشته، یه موجودی هست به اسم فاطمه محمد بیگی، رفته به فرماندار قزوین نوشته اگر 9 تا اسم نوشته، از این 9 تا اسم کسی تو برگ رأی نوشته بود منم، اشتباه نشه. بله. آها نوشته احتراماً این جانب فاطمه محمد بیگی، بعد به اسامی زیر شهرت دارم: دکتر فاطمه محمد بیگی، محمد بیگی، بیگی. او از همه مسخره تر اینه: خانم دکتر. بله. یعنی هر جا خانم دکتر بود منظور اینه. بله منظور. ببین آدم واقعا وقتی این کاندیدا رژیم رو میبینه، من همیشه یاد اون جمله تاریخی ویکتور هوگو میفتم، میگه بعضی انسانها رو که آدم میبینه بعد از برخورد با اینها علاقه داره هر خوکی رو میبینه به احترام جلوش خم بشه. منظورش همین بود. این یارو ببین این طرف انقدر دکتر گرفتن براش دور از ذهن غیر واقعیه که اینجا سرونده که فکر میکنه تنها خانم دکتر ایران اینه که خواست. هر کی گفت منظور اینه. هر کی گفت اینه. مثل اینکه یکی آمده بود تهران، گم شده بود، میگفت اون خونه ای که میخوای بری کجاست؟ میگفت اون خونه جلوش پارکینگه. گفت تهران خیلی خونه جلوش پارکینگ. حالا داستان این خانم دکتره. خب تموم شده، ادامه داره هنوز. میگم کاندیداهای تکنوکرات. بریم سر یکی دیگه اش، ببین این یکی دیگه. چی شد تو شهر خودشون جلوی طرفداراش داره برای اونا انگلیسی حرف میزنه؟ عجیبه. ببین باور میکنی من از روزی که این کلیپو دیدم همینطوری فکر میکنم که رابطه بین انتخابات رژیم و صحبت کردن انگلیسی توی شهر شمالی ایران توسط این یارو چیه؟ هر چی فکر میکنم به این نتیجه نمیرسم که چرا باید یک دونه کاندیدا بره توی شهر شمالی ایران انگلیسی صحبت کنه برای تبلیغات انتخابات. احتمالا انگلیسیش هم بری آنالیز کنی انگلیسی هم نبوده، انگلیسی هم اونو نمیفهم. حالا بریم بعدی، هنوز تموم نشد. بله ادامه داریم. بله ادامه بریم بعدی. این الان میتینگ انتخاباتی بود دیگه. نه میتینگ که من شور و شری. ببین مهران، تو تصویرت از میتینگ انتخاباتی اینه که یه آدمی بره راجع به برنامه‌هاش بگه می‌خوام این کار رو. این اصلا چند تصویری تو رژیم وجود نداره. میتینگ انتخاباتی عبارت است یه سری ادا، اطوار، رقص، آواز بزنه به کوب. بعضی‌ها اومدن رفتن میتینگاشون رو رو عروسی مردم مثلا دیدن یه جشن رفتن تولد یه چیز گفتن ما اومدیم. بعد طبق فقه خامنه‌ای هر حرامی تو فقه خامنه‌ای زمان انتخابات حلاله. اینا باید بعد انتخابات گشت ارشاد وارد معمولا در زمان انتخابات امر به معروف و اینا که مال بعدشه. بعده هر چی بگی آزاد. بله. هر کاری برای آدمای رژیم ها نه مرد. حالا اتفاقا یکی از کاربرای فضای مجازی همین داستان قبل و بعد از نمایش انتخابات رژیم رو به تصویر کشیده که اون رو هم با هم ببینیم. سلام،
شنیدید کاندید شدم؟ آره آقا انشالله موفق باشید. کجا تشریف میارید؟ دارم میرم سر کوچه دوتا وسیله بگیرم. بفرمایید برسونمتون. آقا زشته آقا. نه آقا ما خدمتگزار. آقا آخه من روم نمیشه. بفرمایید. عجب. سلام آقا. سلام. شنیدی انتخابات رای آوردن؟ آره آقا مبارک باشه انشالله. کجا تشریف میارید؟ میرم تو سر کوچه برگردم. صندلی وطنم این شکوه پا بر جا خامنه ای از فروردین 402 خودش شروع کرد به بازارگرمی برای نمایش انتخابات و اینها حالا بعد از گذشت این یک سال همه محصول این بازارگرمیش همین بود؟ نه یک برگ آسی رو کردیم وسط مسطا ببین برگ آسش رو نگاه کن بله برگ آسش هم با هم ببین استماع فرست اصلاح طلبان نیست فرست اصولگراها هم نیست و یک فرست خاصه در واقع صدای مردم صدای ملت دیواری که کشیده شده بین مثلا گروه اصلاح طلب و اصولگرا در واقع یک دیوار مسئولی این متحرک رد صلاحیت شده بود که ببین خامنه انقدر وضعش خرابه این یارو رو که قبلا رد صلاحیت کرده بودن رفتن آوردن گفتن تو یه لیست باسمه‌ای جور کن که مثلا انتخابات فراجناهیه اینم رفته یه لیست جور کرده همه جور وحوشی توش هست که مثلا خامنه‌ای دلش خوش باشه که انتخاباتش یه رقابتی تکثری توش هست منتها چه امامزاده‌ای دخیل بسته گفت عبور کرده از اصلاح طلب و اصولگرا و رفتن زیر عبای خود خامنه ای گفت من اصلا فراجنایی هم از همه چی عبور کردم صاف رفتم زیر عبای بعد اون داستان قالیباف و پایداری و اینا چی شد؟ اونا هم داستانش ادامه داره اینا سه سال پاچه هم دیگر رو میگرفتن قالیباف و این پایداری چی ها؟ توی انتخابات پایداری چی ها رفتن به قالیباف گفتن اگه میخوای رئیس مجلس چی باید بیا تو لیست ما اینم که تا رئیس مجلس گفتن تمام رفقاشو فروخت دو پا که نه این دو پا نیست چهار پا رفت تو لیست پایداری چیا انقدر مفتزه بود که یکی از همریشاش محمد مهاجری یه توییت کرده تو توییتش ببین چی نوشته به قالیباف آقایان قالیباف و محصولی پایداری چیه کاسب قدرت و ثروتن قالیباف نفر خود قالیباف قالیباف محصولی هم نماینده پایداری چیاست کاسب ها ظاهرا توی سر کله هم میزنن اما وقتی به خلوت میرون همه چیز رو تقسیم میکنن نمونهش ائتلاف 98 رو امسال بر سر انتخابات میماند آقای آقا تهرانی یارو آخونده است که مثلا پایداری چیه که همه نقشش تایید توافق کاسب ها و مالکشی کار آنهاست تفلکی پایداری چی های سادلو ببین قشنگ میگه انتخابات عبارت است از قارت تقسیم قارت و قدرت بین این باندهای وحشی دعوایی که سر لعاف مولا دعوایی که سر لعاف مولا خب مردم ما هم که کل اینا رو میندازن تو زباله‌دان تاریخ گفتی زباله‌دان یه نگاهی هم بندازیم به داستان تبلیغات انتخاباتی آره خیلی جالبه یه سری جاهایی دقیقا افتاده رو همین سطح زباله بله ببین مهران این عکس زاویه دید و طوری انتخاب کردن که صندوق رأی شده زباله حالا نه. یه دونه فیلم هست که اون درست زده به خال اونم ببینیم اونم ببینیم جاش خیلی خوبه روی سطح آشغاله این دیگه کندن نه خوش رفت رو سطح آشغال مهران من این دفعه تمرین کردم واقعا کامنت یه جمله ای رو یه جمله بگم میتونی امتحان کنی یعنی هر چی بگم یه جمله هر چی بگی یه جمله اصلا مفهومم نباشه من یه جمله بیشتر نمیگم تمام ببینیم اینم عکسه ببین اینجا این آخونده داره داد میزنه میگه اون 200 میلیون تومان ما چی شد یه جمله حقوق 200 میلیون آره عقب افتاده از اون 200 میلیون یا سهم آجیلش ممکنه نگرفته باشه خب بینندگان عزیز ممنون که با ما همراه بودید تا دیداری دیگر خدا نگهدار همگی شما خداحافظ شما